بریم ادامه درس. اگر جلسه قبل اون سوالی برای شما هست بگید، اگه سوالی ندارید من ادامه درس رو بگم. دومین مطلبی که تو این درس اول اون باید بدونیم اینه که فردی که کار پژوهش تاریخی میخواد انجام بده، یه موضوع یا یک حادثه تاریخی میخواد بررسی قرار بده، چه کاری باید انجام بده؟ 6 مرحله رو باید انجام بده. اولین مرحله‌ای که یک مورخ در پژوهش انجام میده انتخاب موضوع هستش. یعنی چی؟ یعنی این که موضوعی که میخواد انتخاب بکنه، ببینید، باید یه موضوع جدید باشه یا در رابطه با اون موضوع کار نکردن اصلا یا تحقیقات کمتری انجام شده باشه. دومی که سراغ موضوعی نره که تکراری باشه، بلکه به دنبال ناشناخته‌های متن تاریخ باشه، اونجایی که کمتر پژوهش انجام شده. دومین ویژگیش یادتون باشه، موضوعی باید انتخاب بشه که برای جامعه مفید باشه. اگه ما بیاییم یه موضوع انتخاب کنیم، سوالهای متمادی هم کار بکنیم، اما به درد جامعه نخوره اصلا ارزش نداره. مثلا بیایم در رابطه با سیر تحولاتی که در سودان در قرن 18 رخ داده، خب این ارتباطی با جامعه ما نداره، پس باید بریم به دنبال موضوعی که برای جامعه مفید باشه. سومین نکته ای که انگام انتخاب موضوع باید مد نظر قرار بدیم اینه که اسناد مدارک کافی در اختیار داشته باشیم، نه که به فرض این اسناد و مدارک مثلا در کشور آلمان باشه یا تو آفریقا تو کشور آفریقای جنوبی باشه و ما امکان دسترسی نداشته باشه. هرچی که بیشتر منابع و اطلاعات در اختیار داشته باشین، راحت تر میتوانیم موضوع مورد بررسی قرار بدیم. پس توی انتخاب موضوع 3 اصل رو در نظر بگیریم. 1 غیر تکراری باشه، 2 برای جامعه مفید باشه، 3 که منابع و اطلاعات کافی در اختیار ما باشه. خب دومین کاری که پژوهش انجام میده، میاد در رابطه با موضوعی که انتخاب کرده یک سری سوالا رو مطرحش میکنه. مثلا جنگ ایران و عراق در نظر بگیریم به عنوان موضوع تحقیق، این گونه سوالا مطرح میشه: نقش آمریکا در جنگ جهانی دوم چه بود؟ نقش کشورهای عربی در جنگ ایران و عراق چه بود؟ وضعیت ایران به هنگام جنگ از لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی چگونه بودش؟ پس دومین مرحله تدوین پرسش‌های تحقیق هستش. حسن
این پرسش ها اینه که به پژوهشگر کمک میکنه مسیر تحقیقاتش رو درست انجام بده. اما بیاییم ببینیم که سومین مرحله کار مورخ چی هستش. شناسایی مناور رو داره بشه، یعنی بیاد ببینه در رابطه با اون موضوع چه منابعی وجود داره. وقتی که منابر رو شناخ، باید بیاد میزان اعتبار و صحتش رو بررسی قرار بده که این سندی که میخواد ازش استفاده بکنه چقدر اعتبار داره، این سندی که میخواد استفاده کنه مؤلف اون سند کیه، شاید مؤلف نسبت به اون حادثه دشمنی داشته باشه و مطلب رو درست بیان نکنه که اینجا نوشته در سومین مرحله پژوهشگر میاد چیکار میکنه؟ ابتدا منابع اسناد در رابطه با موضوعش رو مشخص میکنه، سپس میان میزان اعتبار و درستیش رو بررسی قرار میده. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی میاد ببینی که اون مطلبی که میخواد استفاده بکنه نویسندش کی هستش؟ آیا نویسندهش مأمور دولتی هست یا نه؟ یا اصلا خود نویسنده شاهد اون واقع بوده یا نبوده؟ یکی از دیگران شنیده مطلب رو بیان کرده، اون کسی که خودش رو واقع شرکت کرده و حادثه رو ذکر میکنه اعتبارش بیشتر از موردخی هست که اون حادثه رو از زبان دیگری بیان میکنه. چهارمی کاری که انجام میده اینه که میاد بعد از این که منابر شناسایی قرار داد اعتبارش مشخصیت، شروع میکنه در رابطه با اون موضوع مطالبی که در ارتباط با موضوع هست استخراج میکنه و طبقه بندی انجام میده. اینه یادتون باشه اون مطالب هایی که در میاره به صورت فیش می نویسه که نمونه از فیش های تحقیقاتی رو ما در اینجا داریم. موضوع اصلی تحقیق چی هستش؟ جنبه‌ای که میخواد بررسی قرار بده، موضوع فرعیشو بیاره. اینجا نام کتابو باید ذکر بکنه، نام مؤلفو ذکر میکنه. مترجمش کی هست؟ اگه مؤلف خارجی هست، مترجمش کسی هستش؟ جلد چند نوم استفاده میشه؟ مربوط به کدوم سفر؟ چاپ چندم از گاهی مواقع برخی از منابر داریم که حدود 50 بار تجدید چاپ میشه و تو این تجدید چاپ یادتون باشه که نویسنده تغییراتی انجام میده. چه زمانی منتشر شد و محل نشر اون در کجا هستش، یه مشخصات عمومی کتابه. بعد میاد در رابطه اون مطلبی که مد نظر اون هست از متن اون منابع خارج کرده عیناً چیکار میکنیم؟ میرویسیم. وقتی که فیش ها رو تهیه کردیم بعد میرویم طبقه بندی میکنیم. فیش هایی که مربوط به موضوع فردی مثل رسم قربانی کردن برای خدایان هست، همه اینها رو در کنار هم قرار میدیم. موضوع فردی دیگه هست که خدایان چگونه موجودی هستش، تمام فیش‌های مربوط به اون موضوع در کنار هم قرار میده. اینو ما بهش میگیم چی؟ طبقه بندی. مرحله پنجم
تحلیل و تفسیر اطلاعاته. یعنی مورخ در این مرحله ببینید کار شبیه کارگاه پلیسه، میاد بر اساس اون اسناد مدارک اون حادثه رو چیکار میکنه؟ بازسازی میکنه. مثل یه کارگاهی که میخواد یک جنایت رو بررسی قرار بده، ببینه که عامل جنایت کی هست، از سرنخ ها و نشانه ها کنار هم قرار میده، با اون واقع یا اون قتل رو چیکار میکنه؟ بازسازی میکنه. اینجا مورخ همین کار انجام میده، میاد بر اساس اسناد مداری که به دست آورده اون حادثه رو چیکار میکنه؟ بازسازی میکنه، ابتدا تا انتهاشو از نظر جنبه های مختلف مورد بررسی قرار میده. در آخرین مرحله ای که انجام میده، نتیجه اون کار خودش رو به صورت یک گزارش یا مقاله یا کتاب چیکار میکنه؟ بیرون بده. پس یادمون باشه پژوهشگر وقتی که میخواد یک موضوع مورد بررسی قرار بده، 6 مرحله رو پشت سر میگذره. 1. انتخاب موضوع، که تو انتخاب موضوع 3 ویژگی رو باید یاد بگیری. 2. تدوین پرسش های تحقیق، گفتیم ویژگی این پرسش های تحقیق اینه که محقق رو به بیراهه نمیکشونه. 3. مرحله شناسایی منابع است. منابع رو وقتی یه شناسایی پیدا کرد، فهمید که در رابطه با موضوع چه منابعی وجود داره، بعد میاد چیکار میکنه؟ میاد در رابطه با میزان اعتبارش که آیا این کتاب معتبر هست یا نیست، اینو مورد بررسی قرار میده. مطلب بعدی گفتیم که شروع میکنه به استخراج مطالبی که تو اون منابع هستش در رابطه با موضوع. بعد از اینکه اون اطلاعات رو در آورد، میاد طبقه بندی میکنه. پنجمین مرحله گفتیم مانند یک کارگاه میاد اون حادثه تاریخی رو بازسازی میکنه که تمام اون حادثه با همه جزئیات و ابعادش رو بفهمه. در آخر میاد اون چیزی که فهمیده اون حادثه رو، ضمن که حادثه رو ذکر میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و نتیجه کارش رو به صورت یک گزارش کامل اینو در اختیار دیگران قرار میده. که اینجا رو خودتو کامل بکنه، مراحل پژوهش تاریخ رو تکمیل کنه، اون 6 مرحله‌ای که ذکر کردیم به ترتیب بیاری و ترتیبش رو یاد بگیری. این اهمیت زیادی رو داره. خب ما گفتیم که یه کار مورخ چیه؟ گفتیم یه کار مورخ اینه که منابع رو مورد شناسایی قرار بده. خب حالا منابع از نظر میزان اعتبار و اهمیتش یادتون باشه 2 دسته تقسیم میشه. یک، منابع دست اول یا اصلی. 2. منابع دست دوم یا فرعی. پس وقتی که فردی میاد یه حادثه رو ذکر میکنه، بعد بهش میگیم که بر اساس چه سندی و منبعی اینو داره بیان میکنه، اون منبعی که ذکر میکنه بعد بفهمه که آیا منابع اصلی یا فرعی. و
منابع اصلی اعتبارش بیشتر از منابع فرعی هستش. این اهمیت زیادی رو داره. وقتی که یه حادثه تاریخ رو ذکر میکنیم، منبع اهمیت زیادی رو داره. هرچی که اطلاعات هم در رابطه با منابع دست اول بیشتر باشه، اعتبار گزارش ما بیشتر خواهد شدش. خب بیا ببینیم که منابع دست اول یا اصلی چی هستش. ببینید، به تمام آثاری گفته میشه که در زمانی که حادثه رخ بده یا نزدیکترین زمان به وقوع اون حادثه نوشته شده باشه. پس اگر حادثه رخ داد و اون منبع به اصطلاح منابع تحقیق ما درست مصادف با همون حادثه یا نزدیک به حادثه رخ داده، مؤلف اومده 6 ماه بعد نوشته، این اعتبار زیاده. به عبارت دیگه، نویسندگانی که خودشون حادثه رو دیدن یا شهر اون واقعه رو از افرادی که در اون حادثه شرکت داشتن شنیده، اعتبار بیشتری داره. خب علاوه بر این منابع دست اول، یه قسمت منابع دست اول ما میشه چی؟ کتاب ها میشه. اینجا ذکر کرده یه قسمت از منابع دست اول ما اون کتاب هایی هستش که نویسنده در زمان وقوع حادثه خودش شاهد بوده، یا اینکه کسانی که اون حادثه رو دیدن به نویسنده بیانش کردن. دوم، به تمام آثاری که قابل لمس هست که مربوط به همون زمانی که حادثه رخ داده، اینا میشه منابع دست اول. مثل چی؟ بناها، ابزارها، سنگ نوشته ها، ارزم موضوع سکه ها و هر چیزی که مربوط به گذشته هستش. مثلا بنای تخت جمشید ما جز منابع دست اول به شما میبریمش. چرا؟ در زمانی که حکومت هخامنشیان شکل گرفت، بنای تخت جمشید ساخته شد. این میشه منابع دست اول. پس این منابر تو ذهنتون داشته باشه وقتی که فردی از شما سوال داره صحبت میکنه، از این سوال کردی که حرفی که داری بیان میکنه منبع خبره چی هست، اون منبع خیلی مهمه. اگه منبع دست اول باشه حرف رو بپذیری، و اگر دیدی که نه منابع اصلی نیست، یه مقدار با شک و تردید برخورد کنید، به راحتی نپذیرید. که ما در اینجا اگه نگاه بکنیم، نمونه ای از منابع دست اول میبینیمش. سکه دوره اشکانیان رو داریمش. ویژگی این سکه دوره اشکانیان این بود که هر پادشاهی که به قدرت میرسید تصویر خودش رو روی سکه ضرب بکرد. پس وقتی یه فردی میاد به فرض میگه که این تصویر مثلا پادشاه سوم اشکانی هست، اینم سندش قابل قبوله. یا
سندی از مربوط به منشور کوروش رو داریمش که این منشور کوروش رو بعدها میخونیم به عنوان قانون حقوق بشر است که همکنون توی متن این منشور کوروش توی سازمان ملل ما داریمش. اولین قانونی که در رابطه با حقوق بشر نوشته شده توسط کوروش داریمش که اینم سندش هستش. چون این سند در زمان کوروش نوشته شد و نقل قول است دستور و قوانین کوروش هستش، پس میشه سند دست اول. یا طاق کسرا رو ما اینجا داریمش، مثلا طاق بستان داریمش که توی کرمانشاه هست، مربوط به دوره ساسانیان. اینا میشه اسناد درجه اول ما یا منابع اصلی رو داریمش. بچه ها میتونی بیان کنی علاوه بر اینایی که من گفتم یکی دوتا نمونه منابع دست اولو که توی ایران موجود هست ذکر کنیم غیر از منابع نوشتاری؟ برای سو خب آره بذار بگه آره اسمشو بشکو بگه. آقای محمد صادقی جواب بدیم سوال بسته آقای صادق اگر آره آره این نمونه های منابع دست اول ما داریمش. یا آتشکدار داریم که مربوط به زرتشتیان هستش. خب بیم به سراغ منابع دست دوم. ببینین منابع دست دوم یا منابع فرعی چیه؟ به تمام تحقیقات و آثاری گفته میشه که بر اساس منابع دست اول نوشته شده. خب پس این نشوندهنده اینه که منابع دست اول اهمیتش بیشتر هستش، چون منابع دست دوم رو ما از منابع دست اول می نویسیم. مثل تاریخ تولی ها داره که مربوط به منابع دست اول به شمار میره، تاریخ بلعمی ها داریم، تاریخ بیهقی ها داریم و امثال اینا رو داریمش. خب منابع دست دوم یا فرعی همون کتابای تاریخی است که امروزه نویسندگان می نویسن، میان به فضل واقع کربلا رو می نویسن، میان جنگ های ایران و یونان در زمان اخامنشیان می نویسن. حالا چه نویسنده می خواد داخلی باشه چه نویسنده خارجی، وقتی که نگاه می کنیم به منابع اون کتاب میره که همه اینا مراجعه کردن به چی؟ به منابع دست اول. پس یادمون باشه که منابع به طور کل به دو دسته تقسیم میشه. یک، منابع دست اول منابعی است که در زمان وقوع حادثه یا نزدیک به وقوع حادثه نوشته شده. دو، منابعی هست که بر اساس منابع اصلی نوشته شده و اعتبار منابع اصلی
اعتبارش و اهمیتش بیشتر از منابع دست دوم رو داره میشه. خب اما بیایم در رابطه با ببینید که مطالعه تاریخ که به عنوان یک دانش ما معرفیش میکنیم، آیا برای جامعه مفید هست یا نه؟ تو ذهنتون داشته باشید. دانشی خوب است که به دنبالش انسان بره که برای جامعه مفید باشه. شما 3 سال دیگه امتحان کنکور رو دارید و باید انتخاب رشته رو بکنید. تو انتخاب رشته اول باید ببینی که رشته‌ای که انتخاب میکنی از دیدگاه شما رشته‌ای هست که به درد جامعه بخوره یا نخوره. اگه باور نداشته باشی که این رشته برای جامعه کارایی نداره، عملا وقت و عمرتون از دست دادید. اما ببینیم که ما وقتی که تاریخ رو مطالعه میکنیم چه فایده و کارکردهایی برای انسانها و جوامع داره. 1، منبع شناخت و تفکر هستش. خب یعنی چی؟ یعنی به انسان کمک میکنه که گذشته جامعه خودش، جامعه بشریت و جوامع مختلف رو مورد بررسی قرار بده. ببینه که حوادثایی که توسط گذشتگان رخ داده چگونه به وجود اومده و همچنین علت و نتایج این حوادث به نسل‌های بعد یا امروزه چگونه تأثیراتی گذاشته. و جالب اینه که وقتی که به اسلام نگاه میکنیم توی خود قرآن آیاتی رو داریم که خداوند مطالعه کنندگان قرآن رو دعوت میکنه راجع به اقوام مختلف مثل قوم لوط، مثل قوم نوح، حضرت نوح، قوم بنی اسرائیل، اینها رو مورد مطالعه قرار بدید. و زمانی که مورد مطالعه قرار دادیم مسلماً یک شناختی نسبت به گذشته به دست میاریم و همچنین باعث میشه که در رابطه با گذشته عمیق‌تر بیاندیشید. خب از این قسمت بیاییم بیاییم اینجا، یعنی قسمت دوم در واقع تکمیل کننده مطلب اول هستش. ببینید توی قرآن صحبت از سنت ها میکنه، میگه که اگر این مسیر رو حرکت بکنی به گمراهی میرسید، این سنت الهی است، و اگر این مسیر رو حرکت بکنید هدایت پیدا میکنید و این سنت الهی است. توی قرآن وقتی که صحبت از سنت میکنه منظور قوانین علمی است، قوانینی است که روی حوادث تاریخی زندگی بشر وجود داره. یادتون باشه که همونطور که دانش مانند
ریاضی یا فیزیک قوانین علمی داره، شیمی یا زیستشناسی قوانین علمی داره، دانش تاریخ هم داره قوانین علمی هستش، ولی نوع قوانین علمی که در دانش علوم انسانی از جمله تاریخ وجود داره متفاوت است با قوانینی که در علوم ریاضی و علوم تجربه قرار داره. این حواستون جمع باشه. برخی ها به دلیل اینکه قوانین تجربی و ریاضی توی علوم انسانی مطابقت نمی کنه میگن که دانش انسانی علمی نیستش، ولی یه نکته در نظر نگرفتن که قوانینی که توی علوم انسانی از جمله تاریخ هست عین قوانینی که توی علوم پایه مانند ریاضی تجربه وجود داره عیناً نیست، متفاوت هستش، که متعالی اومده همین رو بیان میکنه راجع به سنت ها. سنت ها اینجا منظور ما چیه؟ منظور ما همون سلسله قوانین هستش. میگه نظر قرآن تاریخ بشر از زمانی که شکل میگیره تا حال و آینده و تحولاتش بر اساس یک سلسله سنت های قوانین علمی صورت میگیره، یعنی یه حادثه همینطوری رخ نمیده. پس اگه یه حادثه رو خواست بررسی قرار بده، نه یه که خدا خواست که این رخ بده، نه، حتما قانون وجود داره، حتما علت وجود داره. اونایی که میان بیان میکنه میگیم که چرا این حادثه رخ داده با عقل جور در نمیاد، میگه که وگه خدا نمیتونه انجام بده، تو به خدا شک داری؟ چون نمیتونه استدلال منطقی بکنه اینو بیان میکنه. قرآن اینو قبول نمیکنه. قرآن میگه که همه حوادثی که تو متن سرنوشت انسان رخ داده حتما بر پایه قوانین هستش. خداوند میگه ما راه رو به انسان نشان دادیم، راه درست و غیر درست. این انسان است که میتونه انتخاب بکنه. اگه راه درست حرکت کرد سرانجام به کجا میرسه و اگه راه بیراه را انتخاب کرد سرانجام به کجا میرسه. اینم همینه داره میگه. این دوتایی که دارم تکیه میکنم به این داره تکیه میکنم که توی کنکور باش درگیری های زیادی رو داریم. بگه از نظر استاد مظهری، بگه از نظر قرآن و تاریخ بشر و تحولات آن بر طبق یک سلسله سنت و نوابیس، یعنی قوانین صورت میگیره. پس عزت ها، ذلت ها، موفقیت ها، شکست ها، خوشبختی ها و بدبختی های مردم و ملل مختلف در تاریخ بر اساس قوانین هستش. پس وقتی که ما این قوانین رو شناختیم میتونیم در رابطه با خوشبختی و بدبختی مردم استفاده بکنیم. به عنوان مثال کسی موفق هست در سال دهم که مرتب کتاب‌های درسی رو مطالعه بکنه. پس اگه کسی این قانون مطالعه رو کنار بذاره و هر موقع خودش دوست داشت هوس کرد بخونه، مسلماً در سال دهم موفق نیست. پس مطالعه کردن مرتب دروس به عنوان یک قانون علمی شرط موفقیت یا عدم موفقیت رو داره بشه. حتی باز ما می‌بینیم که توی قرآن
این نکته رو تأکید میکنم. خداوند به پیامبر میگه قصه گذشتگان را، یعنی جوامع مختلف رو به مردم بگو تا مردم از طریق تفکر در رابطه با اون حوادث علل و نتایج اون حادثه رو بفهمند و بفهمند که اگر این مسیر رو حرکت بکنن سرانجام این پیامد رو داره و اگر مسیر دیگه حرکت بکنه پیامد دیگه رو داره. توی کتابتون گاهی مواقع ما با یه همچین مسئله برخورد میکنیمش. این توی امتحان نمیاد، توی کنکور هم باش کاری نداریم، فقط جنبه اطلاعات عمومی داره که این مربوط میشه به مطالعه خودتون. در واقع این تکبیر کننده مطلب بالا رو ما داریمش. خب دومین ویژگی چیه؟ بهره‌گیری از گذشته برای حال و آینده. ببینیم وقتی که ما یا اینطوری بگم حوادثی که در حال رخ میده علتش حوادث گذشته است. پس حوادثی که الان رخ میده خودش علت حوادثهای آینده هستش. پس ما وقتی که گذشته رو مورد مطالعه قرار دادیم میتونیم از طریق شناخت تحولات و رویدادهای تاریخی وضعیت فعلی جامعه خودمون رو بررسی بکنیم و برای یک جامعه بهتر در آینده برنامه ریزی بکنیمش. به عنوان مثال وقتی که میاییم دوره هخامنشیان تمدنش رو بررسی قرار میدیم یا دوره اسلامی تمدن رو بررسی قرار میدیم میتونیم بفهمیم که چه عواملی باعث شکل‌گیری تمدن در جامعه ایران شده. اگه امروزه ما صاحب تمدن هستیم علتش همون مربوط به گذشته بشه. پس ما میتونیم اون تمدن‌هایی که به شکست مواجه شده با اون تمدن‌هایی که با موفقیت ادامه پیدا کرده اون زمینه هایی که باعث تداوم تمدن شده امروزه زمینه رو فراهم بکنه برای چی؟ ادامه تمدن در آینده. این منظورش اینه. که اگه بخواید توی متن رو نگاه بکنی این نکته ها رو بیانش میکنه. بیاید چرا دامنه یه شناخت و آگاهی تاریخی فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه کمک میکنه به شناخت جامعه در زمان حال و همتونیم میتوانیم مسیر جامعه خودمون رو در آینده ترسیم بکنیم. حالا میگه چرا؟ اینجا دلیلش رو داره ذکر میکنه برای ما. میگه زیرا رویدادهای تاریخی درسته در گذشته رخ داده اما هر حادثه پیامدی بعد از زمان خودشو داره. پس این آثار و پیامدها گذشته، حال و آینده رو با یکدیگه پیوند میده. ما نگاه میکنیم سرسره ایلام رو داریم.
ایلام متصل میشه هخامنشی، هخامنشی میشه سلوکیان، سلوکیان پیوند ما میدید به اشکانی، اشکانیان به ساسانیان، همینطور میهیم جلوتر میشه قاجار، پهلوی و حکومت اسلامی. اینا با هم دیگه ارتباط دارن. خب پس مطالعه تاریخ به ما کمک میکنه تا بفهمیم فرهنگ ها و جوامع بشری تحت چه شرایطی به وجود اومده، پیشرفت کرده و وضعیتش در امروز چرا به این صورت در اومده. پس وقتی که معایب و مزایاش رو فهمیدین، اون موقع میتونیم برای آینده جامعه خودمون چکار کنیم، استفاده بکنیم. به عنوان مثال جوامعی که همواره در حال جنگ هستن تو زمینه علمی اصلا موفق نیستن. چرا؟ چون تمام نیروی انسانی و منابع صرف جنگ میشه. پس توی جنگ منابع مادی از بین میره، نیروی انسانی هم از بین میره. پس چنین جامعه هیچ وقت زمینه علم موفقیت نخواهد داشته. اما توی جامعه که خودشو درگیر جنگ نمیکنه، پس نیروی انسانیش و منابع مادیش صرف علم بشه و اون جامعه پیشرفت کنه. بیاین دو تا جامعه رو اینطوری تو ذهنتون بیانش کنید که بعدا توی متن داریم. یه جامعه اخامنشیان داریم، درست در زمان اخامنشیان ما جامعه یونان رو داریمش. هر دو تاشون هم صاحب تمدن هستن، ولی دو تا تمدنی که وقتی نگاه میکنین ما ببینید که توی یونان دانشمندای بزرگ مانند سقراط، ارسطو، افلاطون، ارشمیدس و غیره رو میبینه، یا هرودوت رو میبینیمش، اما تو تاریخ هخامنشیان نمیبینیم. خب تو هخامنشیان فتوحات سرزمین رو ما میبینیمش. میبینید که در دوره هخامنشیان قلمرو این سلسله از سرزمین هند تا مصر امروزی ادامه پیدا میکنه، اما یونان نه، همون محدوده کوچه خودش داره. تفاوت چیه؟ چرا در یونان علم پیشرفت میکنه، فتوحات پیشرفتی نداره، اما تو دوره هخامنشیان عکس این جریانه، فتوحات پیشرفت میکنه اما زمینه علمی پیشرفت نمیکنه. دلیلش واضحه. هخامنشیان الان جواب بدم، هخامنشیان 200 سال تمام نیروی انسانیشو و منابع مادیشو صرف فتوحات جنگ کردن، به همین دلیل تو زمینه علمی موفقیت زیادی نداشتن. اما یونان تمام نیروی انسانی و منابع مالیشو صرف فتوحات نکرد، صرف علم کرد. به همین دلیله که ما میبینیم که یونانی ها تو زمین های مختلف فیلسوفان و دانشمندان متعدد رو به صحنه جهان عرضه کردن. شیروانی هست. نه بذار من یه تیکره به یه تموم بشه چشم. آره چهارم بچه دارن درس رو گوش بدن. خب آره بذار تموم بشه باش. آره خب سومی ویژگی چیه؟ تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی است. ببین وقتی که ما به گذشته نگاه میکنیم، ببین که انسانهایی که برای حفظ جامعه و پیشرفت علمی جامعه و استقلال سرزمین
از جان و زندگی خودشون گذشتن برای ما یه نوع افتخار به وجود میاد، یه حسی پیدا میکنیم که این سرزمینی که الان ما داریم زندگی میکنیم با تمام ابعادش مدیون فداکاری ها و جانساری های گذشتگان هستش. جامعه که ما زندگی داریم جامعه نیست که ما به وجود آوردیم، گذشتگان کار کردن. اگه میبینیم که سرزمین فعلی ما بعد از انقلاب حتی یک وجب از خاکش از دست نرفته، نتیجه اون نیروهایی هست که در خلال جنگ 8 سال ایران عراق جانشون رو برای این سرزمین فدا کردن. پس خواه ناخواه ما یه حس میهندوستی و هویت ملی رو تو زمینه تاریخ به دست بریم. چشم حالا جواب نه یه لحظه صبر کن، من حالا من بدیم. خب من چون بچه دارم گوش بینم من این درس رو جمع بکنم باشه، بعد که تموم شد ساعت هم تموم شد بچه دارن تو خونه میبینن. خب بچه دارن ببینن. خب یه نکته تو ذهنتون داشته باشید، اون هویت ملی ما که وقتی که ما میگه افتخار میکنیم که من یک ایرانی هستم، من یک انگلیسی هستم، من یک آلمانی هستم، یه هویتی داریمش که تو درس جامعه شناسی شما تحت عنوان هویت خواهی خوندش. این هویتی که بیان میکنه همون شناسنامه تاریخی ماست. وقتی ما میگیم یک ایرانی هستیم یعنی مجموعه حوادث هایی که بر سرزمین این جامعه رخ داده هویت ملی ما رو تشکیل میده. خب ببینید اینجای کتابت یه سری پرسش های نمونه رو آورده، ما فعلا با اینا کاری نداریم. همون فایلی که امروز با آقای تاریک مشاور شما هست میدم توی سایت میذارم، اون فایل رو حتما مطالعه کنی که اون رؤوس اصلی دسته یک رو ما آوردم، بخونی که چه مطالبی از فایل درسی هم فایل کتابتون از اینترنت بگیری، دسته یک رو از اون متن فایل درسی مطالعه بکنی. چون در حال حاضر ما کتاب نداریم، که کتاب شما میدن توی شهریور میدن، در واقع همون چیزایی هست که ما توی متن توضیح دادیم. به عنوان مثال گفتیم علم تاریخ چیه؟ دو، هدف علم تاریخ مال زنگ قبل بود، تفاوت تاریخ نگاری نوین با بقای نگاری رو ما توضیح دادیمش. بعد گفتیم منابع، دست اول چه نوع منابعی هستش، این مربوط به فایده تاریخ میشه، تاریخ چگونه به فهم زمان حال و درک مسائل انسان کمک میکنه، اینم در رابطه با حس میهندوستی رو داری میشه. پس یه جنبندی کلی میکنیم در رابطه با درس اول ما. درس اولمون ما این مطالب رو باید بدونیم. یک، مفاهیم واجه تاریخ. دو،
ویژگی های رویداد های تاریخی. سه، تعریف و هدف تاریخ. چهار، بنیانگذار علم تاریخ. پنج، ویژگی های تاریخ نویسی قدیم. شیش، این آره، ویژگی های تاریخ نویسی جدید. مراحل پژوهش. مسئله بعدی که داشتیم انواع منابع. آخرین مطلبی هم که داشتین فایده های تاریخ. اینها رؤوس اصلی درس اولمون رو داریمش. خب اگه سوالی دارید